درود بر شما همراهان کانال شبرو و ممنونم از لایک و سابسکرایبتون. همراهان عزیز، با فشردن کلید زنگوله میتونید از جدیدترین داستانهای ما قبل از بقیه با خبر بشید. بریم که با هم داستان واقعی امروزمون رو بشنویم. من از وقتی که یادم میاد وضعیت خونمون همیشه به هم ریخته و آشفته بود. پدرم اعتیاد داشت و مادرم هم به خاطر خرج زندگیمون مجبور میشد که بره خونه های مردم کار کنه. وضعیت زندگیمون البته مثل وضعیت زندگی خیلی ها تو اون منطقه بود. تو منطقه حلبی‌آباد تهران خیلی ها به این صورت زندگی میکنن. مادرم واقعا خوشگل بود. از زیبایی هیچی کم نداشت. من تک فرزند بودم و به گفته خودشون دیگه دلشون نخواست که بعد از اعتیاد پدرم بچه دار بشن. آره، میگم بعد از اعتیاد پدرم، چون پدرم از اول اعتیاد نداشت. پدرم قبل از اینکه معتاد بشه توی مغازه صافکاری کار میکرد و میگفتن وضعیتش هم خوب بوده تا اینکه دوستاش معتادش میکنن. قبل اینکه معتاد بشه عاشق مادرم میشه. مادرم مثل اینکه خانواده خوبی داشته و چون که عاشق پدرم شده بوده جلوی خانوادش وای میسه و با پدرم ازدواج میکنه. که ای کاش نمیکرد. ای کاش هیچ وقت این کار رو نمیکرد. مادرم واقعا هم خوشگل بود، هم صبور بود. با نداری پدرم ساخته بود، با اعتیادش، با بیکاریش. البته چاره ای هم نداشت، چون خانواده‌اش دیگه قبولش نمی‌کردن. تنها شرطشون برای ازدواج این بود که اگه رفتی با این مرد، هر اتفاقی که افتاد گردن خودته. من کاملاً ابزار اعتیاد پدرم رو می‌شناختم. یعنی کامل کامل. آخه پدرم جلوی من مواد مصرف می‌کرد. من می‌دونستم که دیگه سیخ چیه، منقل چیه، بافور چیه، چون کامل با این مسائل زندگی می‌کردم. توی مدرسه‌مون چند نفر شرایط منو داشتن، ولی خب وضعیت پدرم از همه‌شون بدتر بود. چون پدرم کار نمی‌کرد، خرج زندگی رو نمیتونست بده. مادرم مجبور بود که کار کنه و خرجمون رو بده. بیچاره مادرم، آخه هیچ وقت گله نکرده بود به خاطر این انتخابش. انگار پای تمام سرنوشتش وایساده بود. از صبح میرفت خونه های مردم کلفتی تا شب. من شب فقط میدیدمش. اونم وقتی که میومد اونقدر خسته بود که اصلا هیچ چیزی از مهر محبت مادری ازش نمیدیدم. البته جونش هم نداشت که به محبت کنه. من همیشه با آدمای اطرافم میگم اگه پدر و مادر سالمی دارین، اگه یه سقف بالای سرتونه، همیشه شکرگزار خدا باشی. شما نمیدونید که زندگی کردن با یه آدم معتاد چقدر سخته. وقتی که پول بهش نمیرسید، وقتی که جنس بهش نمیرسید، اگه بدونین چقدر بلا سرمون میآورد، اگه بدونین چقدر اذیت میکرد، چقدر مادرمو جلوی چشم من کتک میزد. البته دست خودش هم نبود، انگار مواد روی همه مغزش تاثیر گذاشته بود. وقتی حالش بد میشد هیچ چیزو توی خونمون سالم باقی نمیذاشت. یعنی حتی اگه یه لیوانم دم دستش بود پرتش میکرد سمتمون. اصلا انگار مواد مغزشو شستشو داده بود. اونقدر حالش بد میشد که واقعا یه وقتایی ازش میترسیدم. میترسیدم بهش نزدیک شم. هرچقدر زمان میگذشت اصلا انگار حالش بدتر میشد. مامانم چند باری سعی کرده بود ترکش بده، ولی این آدم اصلا ارادهشو نداشت که ترک کنه. البته پدرم خانواده‌ای هم نداشت که بخواد حامیش باشن و کمکش کنن ترک کنه. پدرش که فوت کرده بود، مادرش هم که چند سال بعد از پدر بزرگم فوت کرده بود، برادر خواهرش هم که سال تا سال یه سری بهش نمی‌زدن. اصلا انگار نه انگار که پدرم وجود داشت. گاهی وقتا که این حال پدرمو می‌دیدم تو دلم می‌گفتم خدایا کاش اصلا من به دنیا نمی‌اومدم که این زندگی رو ببینم. چه دلیلی داشت وقتی که زندگی خودشون اینجوری بود یه بچه رو هم وارد این زندگی کنن؟ مادرم از صبح میرفت سر کار و شب برمیگشت. من تنها دلخوشیم این بود که برم مدرسه و با دوستان وقت بگذرونم و اونجا یکم فکر و خیالم آزاد شه. زندگی ما چه بد و چه خوب همین حالت میگذشت. کم کم سنم بالا میرفت. وضعیت پدرم از اون چیزی که بود بدتر شده بود، تا جایی که گاهی وقتا دوستاشو میورد خونه و مادرم از ترس بابام که رفیقاشو میاره خونه و یه موقع بلایی سر من نیارن، منو داخل اتاق زندونی میکرد و درو قفل میکرد. واقعا پدرم اصلا دیگه هیچ غیرتی نداشت. راسته که میگن مواد وقتی رود اثر بذاره تو رو بی غیرت میکنه، تو رو بی خانمان میکنه. دقیقا وضعیت پدرم همین بود.
من اگه به جای مامانم بودم حتما ازش جدا می شدم. ولی مامانم مثل این که به خاطر انتخابی که کرده بود نمیتونست از پدرم جدا بشه. یعنی نمیخواست. انگار غرورش اجازه نمیداد که از پدرم جدا شه. چون خانواده‌اش گفته بودن تو یه روزی پشیمون میشی. اونم بهشون گفته بود که هیچ وقت از این انتخابش پشیمون نمیشه. سنم که بالاتر رفته بود میدیدم مامانم خودشو داره حروم پدرم میکنه. مامانم واقعا خوشگل بود. یعنی اگه با پدرم ازدواج نمیکرد 100% با یه آدم خیلی خیلی پولدار و خوب میتونست ازدواج کنه. پدرم آخه چیزی نداشت. نه خانواده درست درمونی داشت، نه خودش اخلاق خوبی داشت. اعتیادم که پیدا کرده بود. من نمیدونم مامانم چی توی بابام دیده بود که باهاش ازدواج کرده بود. تازه منم به دنیا آورده بودن توی اون شرایطشون. بعدها مامانم برام تعریف کرد و میگفت پدرت که معتاد شده بود اول زندگیمون من فکر میکردم اگه تو به دنیا بیای، اگه یه بچه بیاد توی زندگیمون پدرت موادو میذاره کنار. چون پدرت اون اوایل خیلی منو دوست داشت. همیشه میگفت اگه بچه دار بشیم این کارو انجام میدم، اون کارو انجام میدم. بهش گفتم مامان ای کاش هیچ وقت منو به دنیا نمیووردی. تو بر اساس حدسیاتت که من اگه به دنیا بیام پدرم ترک میکنه و موادو میذاره کنار منو به دنیا آوردی. چه فایده؟ هم زندگی منو خراب کردی، هم زندگی خودتو. خلاصه هم که بزرگتر می شدم می دیدم که وضعیت زندگیمون بدتر می شه. بچه تر که بودم راحت تر می تونستم با این شرایط کنار بیام. ولی هرچی سنم بالاتر می رفت می دیدم من واقعا نه یه خانواده خوبی دارم، نه تو خونه آرامش دارم. آخه دوستای پدرم که می اومدن به کل من نمی تونستم درس بخونم. اصلا آرامشی نداشتم. هیچیه هیچی، صفر مطلق بودم. من گاهی وقتا احساس میکردم که دارم افسرده میشم. توی این شرایط خانوادگیمون مادرم هم که واقعا وقت نداشت. یعنی جونشو نداشت که بخواد بذاره برای افسردگی من و رسیدگی به من. اصلا نمیتونست. گاهی وقتا توهم میزدم. میگفتم درس میخونم، پولدار میشم، دکتر میشم، این میشم، اون میشم. میام و مادرم رو نجات میدم. کی توی اون خونه تو اون وضعیت توی اون سر و صدا میتونست پزشک بشه که من بشم؟ زندگی این با همین شرایط میگذشت تا وقتی که من 15 سالم شد. دیگه کامل محیط اطرافم رو درک میکردم. مادرم میگفت از صبح تا شب میره خونه های مردم رو تمیز میکنه. ولی این اواخر متوجه میشدم که انگار خونه مردم رو تمیز نمیکنه. دیگه شبا که میومد خونه خسته نبود. یه چند وقتی بود که این چیزا رو ازش میدیدم. شاید اگه بچه تر بودم متوجه این قضایا نمیشدم. ولی الان کامل متوجه این قضایا میشدم. مادرم دیگه وقتی میومد خونه خسته نبود. دیگه لباس کهنه قدیمیاشو نمیپوشید. انگار هر روز یه لباس جدیدی تنش بود. شاید اگه بچه تر بودم اگه این صحنه ها رو میدیدم بی تفاوت از کنارش رد میشدم. ولی الان توی سن خیلی حساسی بودم. کامل میفهمیدم که چه خبر اطرافم. یه چند باری از مامانم پرسیدم و بهش گفتم مامان چه جوره که ما پول نداریم ولی تو به خودت میرسی اینقدر؟ اونم هی میگفت اونجایی که من دارم کار میکنم خانم اون خونه این لباسا رو بهم میده یا بهم میرسه. چند باری هم شب البته خونه نیومده بود. گفته بود که اونجایی که کار میکنه مهمونی شبونه دارن و به عنوان خدمتکار باید اونجا باشه. پدرم هم که اصلا براش مهم نبود. همین که مامانم پول موادشو جور میکرد و بهش میداد براش کافی بود. ولی من واقعا اذیت میشدم. اگه اصلا همچین چیزی درست بوده باشه، حتی اگه صاحب خونه ی مادرم اونجا که براش کار میکنه اون لباسا رو بهش میداد، پس چرا مامانم هر وقت که میومد خونه بوی عطر میداد؟ صاحب خونه که دیگه بهش عطر نمیداد بزنه، یا چجوری موهاشو هر سری رنگ میکرد؟ صاحب خونه که دیگه پول رنگشو بهش نمیداد. این چیزا باعث شده بود که به مامانم مشکوک بشم. توی عالم بچگی میگفتم اگه مامانم با یه آدم پولدار بخواد ازدواج کنه یا با یه آدم پولدار باشه بهش میگم که از پدرم جدا شه بره با اون آدم پولدار ازدواج کنه. منم صاحبه یه پدر و مادر واقعی میشدم. واقعا من هیچ حسی به پدرم نداشتم. نمیدونستم که همین پدر معتاد میارزه به 100 تا پدر و مادر غیر واقعی خوده. توی اون سن دلم میخواست سر از کار مامانم در بیارم. دلم میخواست بدونم چی کار میکنه. یه روز مامانم وقتی داشت از خونه میرفت بیرون بهم گفته بود که شب دیر میاد خونه و شاید حتی شب اونجا که کار میکنه بمونه. چون یه مهمونی داره صاحب خونه و اون باید اونجا رو تمیز کنه. من متوجه شدم.
انگار رفتار مامانم مشکوک بود. دائم گوشیشو چک میکرد. دست پاچه بود. حتی دیدم یه رژی هم گذاشت توی کیفش. اگه اونجایی که میرفت برای کار بود، چرا رژ گذاشته بود توی کیفش؟ به لوازم آرایش اصلا چه نیازی بود؟ تصمیم گرفتم اون روز مدرسه نرم و مامانم رو تعقیب کنم. مامانم که داشت لباس عوض میکرد، منم یواشکی لباس پوشیدم تا وقتی که اون از خونه زد بیرون، منم پشت سرش برم. وایستادم و چند لحظه بعد از اینکه از خونه خارج شد منم پشتش رفتم. دیدم توی ایستگاه اتوبوس منتظر اتوبوسه و خدا خدا میکردم که منو نبینه. از شانس خوبم دیدم وقتی اتوبوس ایستاد اون رفت قسمت جلوی اتوبوس نشست. منم سری سوار اتوبوس شدم و قسمت عقب اتوبوس نشستم. من اصلا نمیدونستم این اتوبوس کجا داره میره. فقط میدونستم این منطقه‌ای که داره میره منطقه بالانشین تهرانه. فکر کنین یه بچه حدود 15 ساله داره مادرش رو تعقیب میکنه. چقدر من اون روز استرس داشتم. ولی اونقدر که کنجکاو بودم سر از کار مامانم در بیارم، ترسم و انگار گذاشته بودم کنار. و اینکه دلم میخواست اگه چیزی هست من خودم پیشنهاد بدم به مادرم. اینکه تو از پدرم جدا شو و بیا با این آدم پولدار ازدواج کن. چهارچشمی اون روز داشتم به مادرم نگاه میکردم که ببینم کجا پیاده میشه و یه وقتی گم نکنم مسیر رو، که اگه گم میکردم دیگه نمیتونستم حتی راه خونمون رو پیدا کنم. آخه من تا حالا به این مناطق نیومده بودم. نهایت اینکه اگر هر چند وقت در میون میخواستم یه لباسی برای خودم بخرم یا وسایل مدرسه نیاز داشتم، همون اطراف خونمون یه جایی رو انتخاب میکردم. آخه پولمون کجا بود که بخوایم بیایم این مناطق با کلاس و بالا لوازم بگردیم؟ همین که داشتم به این موضوعات فکر میکردم، دیدم مادرم پیاده شد از اتوبوس. منم سری پشتش پیاده شدم. اون هی جلو میرفت و منم هی پشت سرش. رسیدیم به یه کوچه که واقعا خیلی خلوت بود. از شانس بدم همین که مادرم وارد کوچه شد، انگار متوجه حضور کسی شد. سرشو که برگردون منو دید. من واقعا دلم میخواست که مادرم رو تعقیب کنم و سر از کارش در بیارم. دلم نمیخواست که منو توی اون وضعیت ببینه یا فکر کنه بهش شک کردم. مادرم که منو دید با تعجب نگام کرد و گفت سپیده تو اینجا چه کار میکنی؟ من اصلا دست پاچه شده بودم. نمیدونستم چی باید بهش بگم. فقط بهش گفتم که من حوصله‌ام سر رفته بود. میدونستم که تو اگه بهت بگم منو با خودت نمیاری اینجا. واسه همین تصمیم گرفتم که بیام اینجا و یواشکی پشت سرت بیام تا تو مجبور بشی منو توی این خونه ببری. اولش انگار جا خورد، ولی بعد عصبی شد و گفت چه غلطی کردی که اومدی اینجا؟ با خودت چی فکر کردی؟ من اینجا کار میکنم، تو رو کجا بذارم الان؟ اصلا چجوری اومدی دنبال من؟ خلاصه این که به هر نحوی بود راضیش کردم که با هم وارد اون خونه بشیم. که ای کاش هیچ وقت وارد اون خونه نمی شدم. ای کاش هیچ وقت کنجکاو نمی شدم. تمام زندگی من از ورود به اون خونه تغییر پیدا کرد. البته من مسیر برگشت رو هم بلد نبودم و نمیتونستم واقعا خودم برگردم و گردم. مامانم اصلا نمیذاشت که من وارد اون خونه بشم. مامانم به ناچار منو با خودش وارد خونه کرده بود. قبل از این که وارد شیم به هم گوش زد کرد که یه جایی میشینی و اصلا کاری به کار چیزی نداشته باش. به چیزی هم دست نزد تا کارم تموم بشه و با هم برگردیم. همین که وارد خونه شدیم دهنم از تعجب باز مونده بود. البته حقم داشتم. من کجا همچین خونه دیده بودم؟ نه فامیل درست و درمونی داشتیم، نه کسی که باهاش در ارتباط باشیم. خونه خودمونم که زوار در رفته بود. من 100 سال دیگم حتی اگه تو اون منطقه میموندم همچین خونه ای رو اطراف خودم نمیدیدم. یه حیاط خیلی بزرگ داشت و یه خونه ویلایی جلوی روم بود. باغچه های خیلی خوشگل. اصلا من احساس میکردم که اونجا بهشته. مامانم وقتی دید اونقدر با تعجب به همه جا نگاه میکنم، یه نیشگونی ازم گرفت و به زور منو کشید. رفتیم توی آشپزخونهشون. آشپزخونه تو محیطی بیرون از ساختمون اصلی بود. حیف شد. خیلی دلم میخواست که از ساختمون اصلی عبور کنیم و ببینم داخل این خونه ویلایی چه خبره. ولی مامانم گفته بود به هیچ عنوان نمیتونیم وارد این خونه بشیم. بهم گفت که ساکت یه گوشه توی آشپزخونه بشینم تا اون بتونه غذا درست کنه. من اصلا نمیدونستم چند نفر توی این خونه زندگی میکنن یا اصلا وضعیت خونه چجوریه، چون اصلا توی آشپزخونه کسی رو ندیدم. فقط مامانم داشت آشپزی میکرد و مدام حواسش به من بود. با خودم گفتم سپیده با
بازم اشتباه فکر کردی. مامانت 100 سال دیگه هم نمیتونه با یه آدمی مثل صاحب این خونه ازدواج کنه، که اگه این اتفاق میافتاد پس الان توی آشپزخونه چی کار میکنه؟ اصلا پشیمون شده بودم از اینکه اومده بودم. نمیدونم مامانم داشت چه غذایی درست میکرد. من نمیدونم اصلا چند دقیقه خودم اونجا نشسته بودم. فقط میدونم حدود 1 نیم ساعت 40 دقیقه که ما اونجا بودیم یه آقایی وارد آشپزخونه شد. وقتی اون آقا وارد آشپزخونه شد من به طور واضح دیدم که مامانم انگار دست و پاشو گم کرده بود. با لکنه سلام کرد به اون مرد. مرد حدودا میشه گفت 30 تا 35 سالی سن داشت. یه پسر خیلی خوشتیپ بود. لباسایی تنش بود که من تا حالا اون لباسا رو تن هیچ کسی ندیده بودم. مرد انگار سعی میکرد که به مامانم نزدیک بشه. انگار متوجه من نشده بود که مامانم با لکنت بهش گفت سلام آقا، ببخشید من امروز دخترم هم با هم اومده، میشه یه چند ساعتی اینجا بمونه تا من بفرستمش خونه؟ اون مرد انگار تازه متوجه من شده بود که بهم نگاهی کرد و به مادرم گفت تو یه دختر تو این سن و سال داری؟ نمیدونم چرا ولی اصلا از نگاهش خوشم نیومد. انگار احساس میکردی آدمو داره لخ میبینه، تا این حد نگاهش تیز و نافذ بود. یه چند لحظه همینجوری نگام کرد و بعد به مامانم گفت بیا کارت دارم. با خودم فکر میکردم اون با مامانم چه کار میتونه داشته باشه. مامانم هم دست پاچه چشمی گفت و پشت سر اون مرد راه افتاد. فکر کنم 20 دقیقه اونجا باهاش در حال صحبت بود. منم توی آشپزخونه بی صدا نشسته بودم. واقعا دیگه دلم نمیخواست کنجکاوی کنم. اصلا انگار از این خونه وحشت کرده بودم. این مرد رو وقتی دیدم یه جوری بود. واقعا میگم یه جور خاصی بود. مامانم وقتی برگشت خیلی ناراحت بود. کامل صورتش به هم ریخته بود. نگام کرد و گفت اصلا تو چرا امروز اومدی اینجا؟ واقعا نمیتونستم مامانم چرا اونقدر عصبی شده. با خودم گفتم حتما اون مرد مامانم رو مؤاخذه کرده از اینکه چرا منو با خودش آورده. توی عالم بچگی همچی فکری میکردم، ولی نمیدونستم که ماجرا فراتر از این حرفاست. تا شب توی اون آشپزخونه بی صدا نشسته بودم. اصلا پشیمون شده بودم. هی به خودم میگفتم عجب غلطی کردم. مامانم یه چند باری رفت توی ساختمون اصلی و برگشت. اون خونه چند تا خدمتکار دیگه هم داشت، ولی توی آشپزخونه فقط مامان من کار میکرد. دیگه تا شب اون مرد رو ندیدم. خدا رو شکر میکردم که دیگه نمیبینمش. واقعا از نگاهش حس بدی گرفته بودم. همین که شب شد مامانم بهم گفت بمون، یه چند ساعت دیگه با هم برمیگردیم. تحت هیچ شرایطی از آشپزخونه بیرون نشو، چون که این خانواده امشب اینجا مهمونی دارن. شب مثل این که کارشون زیاد بود، چون مامانم دیگه توی آشپزخونه نموند و بهم گفت که نیاز توی سالن اصلی پذیرایی کنه. من تنها توی آشپزخونه نشسته بودم که یه دفعه دیدم همون مردی که صبح اومده بود توی آشپزخونه، همون که خیلی بد نگاه میکرد، وارد آشپزخونه شد. اصلا نمیدونستم باید چی کار کنم. فقط از هول به سلام کردم. احساس کردم حالتش یه جوریه. چون نزدیکم که شد یه بوی دود بدی ازش می اومد. اومد نزدیک و یه دستی به صورتم کشید و گفت تا حالا کجا بودی؟ واقعا من خیلی دوست داشتم که با یه دختر باکره باشم. من اصلا نمی دونستم باید چی کار کنم. حتی اگه جیغم می زدم توی اون سر و صدایی که توی اون خونه بود فکر نمی کنم کسی صدامو می شنید. هرچی سعی کردم جلوی تماس اون مرد با خودم رو بگیرم نتونستم. به زور به هم نزدیک شده بود. این اولین باری بود که یه مرد یه جنس مخالف به هم اینطوری دست میزد. به تمام تنم دست میکشید. هرچی من هولش میدادم اون اونقدر زور زیاد بود که تکون نمیخورد از جاش. دیدم که به زور به تنم دست میکشه. وقتی مقاومت کردم دستامو از پشت گرفت و سعی کرد لباسمو در بیاره. وقتی گردنمو بو کشید انگار مرمور میشدم. نمیدونستم میخواد چی کار کنه. میدونستم رابطه یه زن و شوهر به چه صورتیه. دوستام توی مدرسه برام تعریف کرده بودن، ولی واقعا تا حالا همچین چیزی رو تجربه نکرده بودم توی اون سن. پسره انگار دست خودش نبود. کاراش انگار خوی حیوانی گرفته بود. واقعا من اونو اون لحظه مثل یه حیوان می دیدم. مدام دستشو به همه جای بدنم می کشید. من واقعا سعی کردم از خودم دفاع کنم. واقعا سعی کردم جلوشو بگیرم، ولی نمیتونستم. به تنم دست کشید و گردنم رو بو میکرد. ماجرا وقتی بدتر شده بود که به سینه هامم دست میزد.
اصلا یه حس وحشتی وجودمو گرفته بود، یه حسی مثل تجاوز. سینه هامو توی مشتاش گرفته بود و فشار میداد. من واقعا اون لحظه ترس و وحشت داشتم. اون انگار داشت حس خوبی بهش دست میداد، ولی من انگار واقعا حالم بد شده بود. هرچی با صدای بلند داد میزدم انگار کسی به دادم نمیرسید. من نمیدونستم که چطوری میتونم نجات بدم خودمو. انگار دستش که به اندام جنسیم خورده بود بی‌طاقت شده بود. شلوارشو سری در آورد و سعی میکرد با هم رابطه برقرار کنه. هرچی خودم رو تکون میدادم، هرچی سر و صدا میکردم، هیچ کسی به دادم نرسید. من اون لحظه توی آشپزخونه یه خونهی که اصلا نمیدونستم صاحبش کیه زن شدم. من مورد تجاوز مردی قرار گرفتم که اصلا حتی اسمشم نمیدونستم. اون از خودش یه صداهایی در می آورد که من اصلا مفهومش رو نمیدونستم. انگار از سر لذت هی آه می کشید. بعد از اینکه کارش تموم شد نگاهی به زیر پام کرد و قربون صدقم رفت و گفت اولین باری بوده که با یه دختر باکره نزدیکی کرده. خدا رو شکر می کرد که امشب قسمتش شده. بعد که کارش تموم شد شلوارش رو پوشید و بدون توجه به حال من رفت. من مونده بودم. اصلا نمی دونستم خودم رو چجوری باید جمع کنم. فقط گریه می کردم. چون هیچ کار یا هیچ چیزی به ذهنم نمی رسید. نمیدونم چقدر طول کشیده بود، ولی من توی همون حال بودم. حتی لباسامم نپوشیدم. مامانم اومد توی آشپزخونه، منو که دید زد تو سر خودش و گفت چی کار کردی سپیده؟ چی شده؟ این چه وضعیه؟ من با گریه داستانو براش تعریف کردم. بهش گفتم اون مردی که صبح دیده بودم اومده و این بلا رو سرم آورده. مامانم هم انگار با شوک نگاه میکرد. رفت بیرون. نمیدونم چند دقیقه شد که برگشت دوباره توی آشپزخونه. انگار توی فکر بود. گفت سپیده تو دیگه دختر نیستی. تو نمیتونی با یه آدم عادی ازدواج کنی. این مرد گفته که تو رو میتونه صیغه کنه. تو نامزدش بشی. اصلا همه چیز خیلی غیر منتظره پیش اومده بود. من بر اساس یه حس کنجکاوی نوجوانونه وارد این خونه شده بودم و در عرض چند ساعت هم دخترونگی مو از دست دادم، همین که قرار بود نامزد یه مردی بشم که اصلا نمیشناختمش. شوکه شده بودم. اصلا چرا مادرم باید همچین چیز رو قبول میکرد؟ چرا نمیرفت ازش شکایت کنه؟ چرا بلایی سر این خانواده نمی آورد؟ چرا آبروشون رو نمی برد؟ همه اینا سوالایی بود که من از مادرم پرسیدم و گفت اینا زورشون خیلی زیاده مادر. ما نمیتونیم کاری کنیم. همین که قبول کرده که تو نامزدش بشی باید خدا رو شکر کنیم. میدونی چقدر پول دارن؟ تو اگه نامزدش بشی براش یه بچه بیاری راحت تر میتونی وارد این خانواده بشی. من اونقدر احمق بودم که واقعا فکر میکردم میتونم وارد این خانواده بشم. واقعا فکر میکردم حالا شاید این اتفاق که افتاده باعث شده که من بتونم وارد این خانواده بشم و صاحب همچین خونه و زندگی. نمیدونم چی شد یا چه حرفایی بین مامانم و اون مرد زده شد. من و مامانم با یه آژانس برگشتیم. وقتی وارد خونه شدیم بابا مثل همیشه نشه کرده بود و یه گوشه افتاده بود. اصلا انگار براش مهم نبود که منم تو خونه نبودم. من شاید اگه یه پدر درست و درمونی داشتم زندگیم اینجا کشیده نمیشد. من و مامان وارد خونه که شدیم مامانم با من وارد اتاق شد. بهم گفت داریوش فردا میاد عقدت میکنه. پس اسم اون پسر داریوش بود. نمیدونم چرا اونقدر ازش بدم میومد. واقعا چجوری میخواستم با اون آدم زندگی کنم. اون لحظه فقط به پول فکر کردم. یعنی توی اون حالی که بهم تجاوز شده بود اونقدر توی زندگیم کم بود داشتم که فقط به این فکر میکردم که با یه آدم پولدار قرار ازدواج کنم و خلاصه پولدار بشم. قرار بود فرداش داریوش بیاد و سیغم کنه. فردا صبحش مامانم برخلاف روزای قبل نرفته بود سر کار. مثل اینکه مونده بود خونه تا وضعیت من و داریوش رو اوکی کنه. گوشی مامانم سایلنت بود روی اوپن. چند بار مثل اینکه زنگ خورده بود چون صفحش هی خاموش و روشن میشد. من از سر کنجکاوی رفتم ببینم کیه که اونقدر به زنگ میزنه. گفتم شاید داریوش باشه و معطل نمونه. اما تا بردارم قطع شد. ولی بعدش یه پیام اومد. یه پیام با این مضمون که دخترتو سعی کن امشب حاضر کنی که با من باشه مثل دیشب. که اگه این اتفاق نیفته مثل شبای قبل تو مجبوری که جورشو بکشی. من تازه طعم دخترت رفته زیر دندونم. اگه بهم خوب حال بده اون پولو هیچ وقت دیگه ازت نمیگیرم. واقعا باورم نمیشد. پس مامانم هم با داریوش در ارتباط بود. کسی که قرار بود نامزدم بشه. من واقعا دخترونگیمو به خاطر چی از دست دادم؟ اصلا مامانم چه پولی بهش بدهکار بود؟
تمام باورام خراب شده بود. من هم دخترونگیمو از دست داده بودم، هم کل زندگیمو باخته بودم. من فقط میتونستم یه چند وقتی با این آدم باشم. چیزی که مشخص بود همین بود. مامانم مثل این که به این آدم بدهکار بود. نمیدونستم چجوری باید این قضیه رو به مامانم بگم، اما دیگه نتونستم تحمل کنم. واقعا نمیتونستم. همین که به تجاوز بشه و همین که بفهمی مامانت قراره با نامزده در ارتباط باشه. قضیه رو به مامانم گفتم. اولش انکار کرد، ولی بعدش بهش گفتم که قشنگ اون پیاما رو دیدم. یه کمی فکر کرده بود و بعدش قضیه رو بهم گفت. گفت فکر میکردی این چند وقت کی اینجوری خرجتو میداد؟ خرج مدرسه‌ت، خرج مواد پدرت. فکر میکنی خرج مواد پدرت کم بود؟ فکر میکنی پدرت تا حالا چجوری نفروختتت به اون دوستای معتادش؟ من از این آدم پول گرفتم دادم به پدرت. پدرت قمار کرده سر مواد. کلی هم پول بدهکاره. اجاش قرار بود تو رو بده به اونا. من رفتم از داریوش پول گرفتم و کلی چک و سفته دادم دستش. واقعا باورم نمیشد. هم پدرم به هم خیانت کرده، هم مادرم. من اصلا به خاطر یه چیزی که دست من نبود داشتم شکنجه میشدم. به خاطر سرنوشتی که اصلا دست من نبود. من نه خانواده پدری درست حسابی داشتم، نه خانواده مادری درست حسابی داشتم که منو بخوان، وگرنه از اون خونه فرار میکردم. من مجبور شدم به خاطر بدهی مادرم با مردی باشم که واقعا کابوس شبان بود. هر شب خونمون بود اون مرد. پدرم اونقدر غرق مواد بود که اصلا براش مهم نبود. فقط این براش مهم بود که مامانم براش پول میاره. اصلا نمیپرسید این مردی که با دخترم وارد اتاق میشه کیه؟ داریوش بعد از اینکه کارش تموم میشد یه پولی میذاشت روی بساط پدرم. همین کارش انگار مهر رضایت داده بود به پدرم. پدرم بی غیرت شده بود. اصلا انگار منو نمیدید. مادرم هم که بدتر از اون. قضیه واقعا وقتی بدتر شده بود که من یه شب دیدم داریوش بعد از اینکه کارش با من تموم شد رفت تو حال سر وقت مادرم. پدرم هم که نشه بود. اصلا تو این عالم نبود. رفته بود توی حیاط و موادشو میکشید. من اون شب شاهد رابطه مادرم با نامزدم بودم. اصلا نمیتونید درک کنید که چقدر بده. من طی یک ماه تمام باورم راجع به زندگی عوض شده بود. اصلا دیوونه شده بودم. من اونقدر حال روحیم بد بود که مدرسه رو کامل گذاشتم کنار. من تو سن 15 سالگی دیگه مدرسه نرفتم. ضربه ای که این اتفاقات به هم وارد کرده بود اونقدر زیاد بود که هر روز افسرده تر از قبل می شدم. خیلی خیلی افسرده شده بودم. داریوش بعد از چند ماه دیگه کامل من و مامانم رو گذاشته بود کنار. انگار دلش رو زده بودیم. خبری هم از ازدواج که سهله، حتی از مام خبری نمی گرفت. همیشه به اطرافیانم میگم شما اگه پدر و مادر سالمی دارین، حتی اگه هیچ پولی ندارن که براتون خرج کنن، اما خدا رو شکر کنین. شما جای اون روزای من نبودین. من توی جهنم بودم. جهنمو به چشم دیدم. کسی که نامزدت بود، کسی که مثلا اسمش رود بود، با مادرتم جلوی چشمت. وای، من اونقدر حال روحی اون زمان بد بود که دست به خودکشی زدم. این جریانات برام خیلی سنگین بود. من با اعتیاد پدرم میتونستم کنار بیام. با نداری میتونستم کنار بیام. ولی اینکه هر شب مورد تجاوز قرار بگیرم و اینکه بدتر اون مرد با مادرم هم باشه واقعا برام سنگین بود. هرچی باشه مادر برای آدم واقعا مقدسه. من میدیدم که مادرم هم اذیت میشه از این که اون مرد باشه و جلوی من با اون کارو میکنه. ولی چون دستش شک داشتیم و چون بدهی داشتیم کاری از دست کسی بر نمی اومد. گاهی وقتا صدای آه و نالهشون تا توی اتاق منم می اومد. داریوش مادرم رو محکم انگار می زد و بهش می گفت یکم آه و ناله تو بیشتر کن. بهم خوش نمی گذره. صحنه هایی دیده بودم که اصلا از ذهنم پاک نمیشه. این صحنه ها باعث شد که واقعا دست به خودکشی بزنم. نمیدونم سرنوشت برام چه خوابی دیده بود یا خدا چرا میخواست من زنده باشم، ولی فقط میدونم که مامانم منو پیدا کرده بود توی حموم و زود منو رسونده بود بیمارستان. توی بیمارستان تنها شانسی که آوردم یه پرستار بعد اینکه فهمیده بود چرا خودکشی کردم با یه مددکار حرف زده بود. مثل اینکه اون مددکار کارش همین بود، آدمایی رو که شرایط خوبی نداشتن کمکشون میکرد تا به زندگی برگردن.
وقتی که شرایطمو فهمید منو برد توی اون مؤسسه. چون من هنوز به سن 18 سال نرسیده بودم کامل میتونستن منو ساپورتم کنن. تنها شانس زندگیم همین بود. چون اگه من توی شرایط دیگه‌ای بودم و اگه این وضعیت ادامه پیدا میکرد یا دوباره خودمو میکشتم یا اینکه واقعا یه آدم بدکاره میشدم. شایدم حتی مثل پدرم معتاد. اون خانم اونقدر با هم حرف زد، اونقدر جلسات مشاوره فشرده برام گذاشت که باعث شد اصلا دیدم نسبت به زندگی تغییر کنه. باعث شد بفهمم من باید خودم رو نجات بدم. زندگی فقط اون چیزایی که من توی خونمون دیدم نیست. زندگی خیلی قشنگتر از این حرف هست. الان که وارد 19 سالگی شدم دارم این داستان رو براتون تعریف میکنم. اندازه یه زن 50 ساله من تجربه دارم. دیگه الان پیش خانوادم نیستم. توی همون مؤسسه کار میکنم و خرجم رو در میارم. گاهی وقتا برای پدر و مادرم یه پولی میفرستم، ولی واقعا نمیتونم به این فکر کنم که یه روزی دوباره توی اون خونه برمیگردم. مادرم مثل اینکه هنوز کارهای قبلش رو تکرار میکنه و یه چند باری هم به کمک همین مددکار سعی کردیم پدرم رو ترک بدیم، ولی پدرم واقعا خودش نخواست. انگار مواد اونقدر رو مغزش تأثیر گذاشته که نمیتونه ترک کنه. نمیدونم آینده پدر و مادرم چی میشه. فقط دلم میخواد خودم رو از این منجلا نجات بدم و به دخترهایی که توی شرایط منن بگم خودتون باید زندگی خودتون رو نجات بدین. حتی اگه خانواده درست و درمونی هم نداشتین، سعی کنین خودتون رو از این منجلا بکشین بیرون. واقعا ازتون میخوام همیشه شوق‌گذار زندگیتون باشین. باور کنین همه چیز پول نیست. یه وقتایی از اطراف میشنوم که همه گله میکنن از اینکه پول ندارن. میگم برید خدا رو شکر کنین که توی شرایط من نبودین که اون حالت رو تجربه کنین. من فکر نکنم که بتونم تا آخر عمرم با این شرایطی که دارم ازدواج کنم و تشکیل زندگی بدم. فقط دلم میخواد یه زندگی سالم داشته باشم. فقط دلم میخواد مثل پدر و مادرم نباشم. همین. ممنون که شنونده داستان زندگی من بودی. امیدوارم که داستان زندگی من درس و تجربه‌ای باشه برای خیلی از کسایی که سرنوشتی مثل من دارن. خوشحال میشم که نظرات خودتونو راجع به داستان من داخل کامنت ها بنویسید. همراهان عزیز، چنانچه دوست دارید که تجربیات شما با دیگران به اشتراک گذاشته بشه، میتونید با ما در ایمیلی که در دیسکریپشن نوشته شده در ارتباط باشید.